تاریخ نویروی اوهانی توجیکستان از 9 سپتامبر سال 1991 از روزی که مملکتمون استقلال دولتی به دست آورد شروع می شود. نقشی روی اوهان در پیشرفت هر یک دولت خیلی مهم است. خصوصا در جمهوری ما عین زمان روی اوهان توجیکستان بیشتر از 80% حجم عمومی بارکشانی جمهوری را به عهده داشته. قطاره های بارکش سال زیاده از 12 میلیون تن بارو محصولات مردم را میکشونند. پایگاه لکوموتیوی دوشنبه هنو سال 1903 تشکیل یافته آن زمان ها همگی از 11 پرواز عبارت بود. در ظرف 80 سال موجودیت خود پایگاه لکوموتیوی دوشنبه زینه های دشوارگذر مختلف را طی نموده، از یک مؤسسه خرد به کارگاه حاضر زمان نقلیات صنعتی تبدیل یافت. این سیخ را تئودو نام میبرند و در اینجا تپلاوزهایی که از سفر برمیگردند از تشخیص تکنیکی میگذرند و برای سفرهای من بعده باز اونها را متخصصان آماده میکنند. در این سیخ بیش از 12 نفر در وظیفه های گوناگون کار میکنند و کاری اساسی این سیخ تامین نمودن بی‌خطری قطاره ها میباشد. همین تپلاوازی که حاضر در همین منطقه ما ایستاده است، حاضر از نظارت گذرانده ایستادند. این برای تیار کردن سفر قطاره بارکش رو بردن، یا قطاره بارکش یا قطاره مسافرکش رو ما تا استانس قدقلی میگیم که بین تاجیکستان و ازبکستان قریب 60 کیلومتر زیادتر برده رساندنش در کار و برعکس از اصول وقتی آمدن باید با به همین معنی همون پویزایی که از اصول میبین اووردنشون در کار. برای ما از زیر نظارت میگذارانیم، همه کمبودیوش اصلاح میکنیم و بعد برای سفر گسل میکنیم. بعد از اونی که تپلاوزو از سیخی بهره برداری میگذرند، اونها علاکی برای سفر آموده میشوند. گفتن به مورد است که گردش میونه شبونه روزی لکوموتیو بورکش 257 تا از 10 4 کیلومتر رو تشکیل میدهد. بعد چند لحظه آمادگی، تپلاوزی که باید به سفر براید در وقت تعیین شده به وگزل مسافربری حاضر میشود. عموماً کاری کارمندان پایگاه لکوموتیوی نیز محض از همین عبارت است، یعنی سری وقت آماده نمودن تپلاوزها برای سفر. در سال 2012 ما دو عدد تپلاوزهای مگیسترالی ناو مارکه T33 اکین استیسولی یک جایی قزاقستان و امریکا بودن گرفتیم. حاضر عموماً پایگاه لکوموتیوی دوشنبه هم منطقه خطلون با ما تعلق دارد. همگی 314 نفر کارگران کار میکنند که از این 70 نفرشون ماشینستان تپلاوزو، 71 نفر یاردمچی ماشینستو داریم، بعد زیاده از 48 نفر تعمیرچیون تپلاوز، تعمیر چخ چلونگارون تعمیر تپلاوز واسه، بعد دیگر باقی مانده انجینیر تکنیکی کارگرانی انجینیر تکنیکی. کارخانه قطعات تامین برق کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان از سال 2002 برای منتظم تامین نمودن مؤسسه های راه آهن با قوه برق فعالیت خود را بر عهده مانده است. موزی برای تیاری زمستان گذرانی 2012-2013 در زیستگاه T116 که پر با برق ریاست روی اوهان و شعبه علاقوی را تامین می نماید، موزی هم امروز تعمیر و تجهیزات برقی کارنوشویم را عوض نمودیم. در بسی کارخانه 124 نفر کارمندان کار و فعالیت می کنند. اصلا کارخانه از سه شبکه برقی خدمت رسان، منطقه دوشنبه، منطقه خطلون و منطقه سوخت عبارت بوده. وظیفه اساسی آن با برق تامین نمودن کارخانه های زیرتابه روی آهن تاجیکستان می باشد.
پایگاه واگن‌های برکش دوشنبه ماه سپتامبر سال 1995 تشکیل یافته. در مدت بیش از 10 سال فعالیتش در آن سیخ‌های تعمیر پایگاهی، تعمیر جفت‌چرخ‌ها، محصولات تیارکنی و نظارت اتوماتیکی ساخته و برای استفاده سپرده شدند. وظیفه اولین پایگاه واگن‌های برکش یک این در حالت خوب کارشویمی تکنیکی نگاه داشتن، از تعمیر نقشوی براوردن واگن‌های برکش و سری وقت منتظم مورد استفاده قرار دادن واگن‌ها را در بر می‌گیرد. برای غنی گردانیدن پارک واگن‌های برکش همساله واگن‌های نو خریداری شده در کشانیدن بارهای خواجگی خلق جمهوری همون سهمی بسازوی گذاشته استوده اند که این به درآمدناکی روی آهن و بهداشت روزگار روی آهن چون مساعدت میکند. این زمان در پارک پایگاه واگن‌های برکش دوشنبه بیش از 1929 واگن برکش موجودند که این امکانیت می‌دهد تا همه گونه طلبات فرستندگان بارهای خواجگی خلق سری وقت قونه گردانیده شوند. بنیاد و تعمیر خطوی روی آهن است یکی از سمت‌های اساسی به شمار رفته. کارمندان کارخانه‌های مربوط به این سمت در هر گوشه و کنار کشور با ساختن خط روی آهن مشغولند. باری نخست در تاجیکستان 9 سپتامبر سال 2003 زاود شپلبروری سربند به استحصال این نوع محصولات ضروری شروع نمود که با تمام طلبات معیارهای جهانی مطابق است. این زاود از سال 2003 تا ابتدای سال 2011 زیاده از 126 هزار شپل آهن و بتونی استحصال نموده، عین زمان یک زمره قطعات روی آهن را با مواد لازمه تامین کرده ایستاده است. در اینجا کارگران قطعات دوشنبگی راه با کار سفر بر شدند. همه روزه بیش از 40 نفر اینجا با ساختن راه مشغول بوده. در نظر است که در این مکان ایستگاه منطقه ایلوک ساخته شود و کارمندان قطعات راه دوشنبه حالا با ساختن خطهای راه مشغولند. کارهای ساختمانی خطی راه یکم را اجرا کرده استودیم که درازیش 1 کیلومتر را در بر میگیرد که ما اینچونین در نوبت خود از ایستگاه راحتی تو ایستگاه وحدت همه قسم های بالای راه رو پورا عوض نمودیم که درازی اونش 14 کیلومتر رو دبر میگیرد. غیر از این مثال از ایستگاه وحدت تو ایستگاه همه ایلوکا 4 کیلومتر دیگه هم پورا موادای قسم بالای راهش عوض کرده همین کارا رو اجرا کرده رفته ایستاده ایم. عینی حال پارک واگن‌های مسافربری کارخانه واحد مسافربری راه آهن تاجیکستان از 439 واگن عبارت بوده. از این مقدار 310 تایشان واگن‌های استفاده شونده می باشند. نگفته نموند که در سال 2012 از قطاره‌های مسافربری راه آهن تاجیکستان 554820 نفر استفاده کرده است و در این سمت بخیل متخصصان این کارخانه نقش خدمت رسانی راه بلدان در داخل قطاره‌ها خیلی کلان می باشد. من 7 سال شد راه بلد کار میکنم. با فکری من راه بلد باید که اراده مستحکم داشته باشد و در وقتی ما با مسافران خدمت کردن پرتوقت باید باشد. چون که در واگن های مسافرکشی ما 54 پاساژیر و است یا هر کدام این هر خل خصلت ها دارد. مثال به همه این توقت کرده صبر کرده 4 سوتکه که ما اینو را با جای در کارشان بردن میرسانیم باید خدمت اینا رو آرامانه مثال با وی چیزی نست گذرانیم. این واگن پیوسته با چند واگن دیگر این بگاه باید به سفر براید. از این رو راهبلدان و دیگر کارمندان تکنیکی همه جانبه واگن هایی که به سفر میبرایند از نظر میگذرانند و در صورت پیدا کردن کمبودی به شخصان دخل دار مراجعه میکنند، زیرا به خطر مسافران از بسیار جهت به کار کارمندان این کارخانه وابسته است. این واگن های ما برای 54 مسافر هستند. در هر یک واگن دو تا راهبلد موافق قانون قاعده خدمت میرساند برای مسافران. این واگن ها با کلان شهری که سفر نکنند با همون دو راهبلد با مسافران خدمت میرسانند.
با نوبت. بعد از آمادگی همه جانبه قطارها به ایستگاه مسافربری برده می شود.